شما که الان دارین این ویدیو رو میبینین قطعاً به موضوع کسب درآمد از موسیقی علاقه‌مندین و شاید واسه خیلیاتون این مسئله مبهم باشه. فتاح فتحی هستم از مجموعه توف. امروز اومدم 5 تا از اصلی ترین نکات مهم کسب درآمد از موسیقی رو براتون توضیح بدم. نکته اول که خیلی مهمه، قبل از هر چیز فضا استاندارد اولیه رو برای خودتون طراحی کنید. حالا اگه تنظیم کننده هستید یا نوازنده هستید یا خواننده هستید فرقی نمیکنه، شما باید اون استانداردهای اولیه رو داشته باشین. یه سری از دوستان هستن که توقع بیش از حد از خودشون دارن. حالا اگه نوازنده است اون سازی که باید نداره یا اون تجهیزات کامل رو نداره، اگه تنظیم کننده است باز همینطور. ببینید خیلی مهمه که شما اول از هر چیز در یک سطح استاندارد کار کنید. نه اینکه استاندارد که میگم، نه اینکه حتما همه تجهیزاتی که میگیرید، حالا یا ساز یا مثلا سیستم کامپیوتر یا اصلا میکروفون، هر چیزی در سطح خیلی بالا قرار بگیره، ولی حداقل استاندارد باشه که شما خیالتون راحت باشه کاری که دارین ارائه میدین در واقع درست و سالمه. نکته دوم که شاید خیلی‌ها بهش اهمیت ندن، صفحه اجتماعیتون. دوستان ببینید صفحه اجتماعی شما در واقع ویترین شماست. شما باید یک ویترین خیلی خوب داشته باشید که مخاطب جذب بشه و بتونه با شما همکاری کنه. من دوستان زیادی دیدم که از نظر هنری عالی هستن، از نظر تنظیم، از نظر میکس، از نظر نوازندگی، خوانندگی، ولی نمیدونن کارشون رو باید چجوری ارائه بدن. حالا چه صفحه اینستاگرام چه یوتیوب فرقی نمیکنه، شما باید کارتون رو به بهترین شکل و با کیفیت امروزی، یعنی کیفیتی که امروز مخاطب بپسنده، ارائه بدین و این باعث میشه که مخاطب راحت با شما ارتباط برقرار کنه و از کیفیت کار شما لذت ببره. نکته سوم، اصلا از دوره‌های آموزشی غافل نشین، حتی اگر در بهترین سطح دانش حرفتون قرار دارین. این موضوع خیلی مهمه. دوستانی هستن که فکر میکنن دیگه به آخر کوالیتی رسیدن، به آخر کیف رسیدن و فکر میکنن که خب الان همه چی رو میدونن و دیگه اصلا هیچ نیازی به آموزش نیست. نه، اصلا این شکلی نیست. خود من بارها ویدیوهای یوتیوبی نگاه میکنم یا دوره‌های آموزشی میبینم. این خیلی مهمه و یه سری هم کلا علاقه دارن که پول خرج کنن، یعنی حتما باید برن دوره آموزشی. به نظر من دوره آموزشی خیلی خوبه، ولی قرار نیست که شما فقط دوره‌های آموزشی برین که حالا حضوری باشه. شما میتونید از طریق یوتیوب بهترین در واقع دانش رو به دست بیارید. شما راحت میتونید که در حالا همون سرچ گوگل هر موضوعی که میدونید ازش غافلین یا اینکه مشکل دارین یا باگ دارین با اون موضوع، راحت سرچ کنید و اون اطلاعاتی که میخواین به دست بیارید. نکته چهارم، میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ دوستان هنرمندم، خیلی از عزیزانی هستن که خیلی از هنرمندایی هستن که به من پیام میدن که میتونیم با هم دیگه همکاری کنیم، حالا چه تنظیم کننده، چه نوازنده، چه خواننده. و من ازشون میپرسم خب یه نمونه کار داریم، میگه خب حالا فردا میرم رکورد میکنم یا پس فردا میرم رکورد میکنم یا مثلا اینو دارم کیفیتش خوب نیست، من خیلی بهتر از این نوازندگی میکنم. ببینید این اصلا حرکت جالبی نیست. شما حداقل باید از خودتون چندین نمونه با کیفیت داشته باشین که بتونید اینو ارائه بدین. چه خواننده هستین، چه تنظیم کننده هستین، خیلی مهمه. شما چطوری میتونید با یک کمپانی، با یک مجموعه، با یک شخص همکاری کنید ولی خب هیچ چیزی ندارین از خودتون ارائه بدین؟ حالا من نمیگم یه رزومه کاری خیلی خفن داشته باشین، ولی شما اگه نوازنده هستین یک قطعه رو داشته باشین که با کیفیت باشه، اگه تنظیم کننده هستین چند تا موزیک داشته باشین، اگه خواننده هستین چند تا ترک داشته باشین. در حد فقط 1 دقیقه هستن، هیچ ایرادی نداره. ولی دوستانی هستن که میگم که به من دایرکت میرم، من واقعا میخوام با شما همکاری کنم. میگم اوکی، هیچ مشکلی نیست، یعنی من واقعا مشکلی ندارم با کسی کار کنم که نونم باشه، اتفاقا خیلی هم بهتر، انگیزم داره. ولی خب کجاست من چطوری میتونم هنر شما رو ببینم؟ خب اینا ایراده دیگه. اینا باعث میشه که اون ارتباط قطع بشه و شما نتونید با هر شخصی که میخواین در واقع همکاری کنید یا اصلا از این راه درآمد داشته باشین. حتما به این موضوع دقت کنید، خیلی مهمه. این چیزی که گفتم حتما دنبال کنید و حتما واسه خودتون یه نمونه کاری حرفه‌ای درست کنید و اصلا وقت بذارید براش، هزینه کنید، ایرادی نداره. ولی وقتی شما ارائه بدین اینا، خب طرف جذب میشه و باعث میشه که با شما همکاری کنه و اتفاقای خیلی خفن‌تری براتون بیفته. نکته پنجم، اگه نوازنده هستین، اگه تنظیم کننده هستین یا خواننده هستین، اینو از من فتاح فتی همیشه به یاد بود داشته باشید، ارتباطتون رو با هیچ کس قطع نکنید. خیلی مهمه. طرف از نظر اخلاقی با شما اوکی نیست، اصلا ایرادی نداره. شما میخواین با ایشون همکاری کنید، با اون شخص همکاری کنید، اصلا مهم نیست. طرف میاد به من میگه فلانی اخلاقش مثلا این مدلیه ولی کارش خیلی خفنه. اصلا ببین، ما کار دیگه ای نداریم توی مارکت، میخوایم بشینیم کار کنیم، اصلا میخوایم یه کار تولید کنیم. ما نمیتونیم فقط با کسایی ارتباط داشته باشیم که خب صرفا اخلاق شبیه من یا اصلا با هم دیگه تفاهم کاری داریم. ببینید این موضوعی که فقط هم نمیدونم، حالا شاید جای دیگه هم اتفاق میفته، ولی تو موسیقی طرف هست میگم خب فلانی تنظیم کننده خیلی خوبیه یا نوازنده خیلی خوبه، نه از اخلاقش خوشم نمیاد. چرا؟ اصلا چه اشکالی داره؟ اصلا من قراره مثلا اخلاق طرف به تو چه آسیبی بزنه، ولی کارش قشنگه یا اصلا میتونه به شما خیلی کمک کنه. ارتباطتون رو توی صنعت موسیقی، توی حرفه موسیقی ارتباطتون از دست ندین، پل پشت سرتون رو خراب نکنید، هی فالو نکنید. این خیلی من ببینید واقعا من تعجب میکنم یه سری بچه هستن اصلا یهو اگه سطح یه نفر رفت بالا، اگه سطح یه نفر اومد پایین، نکنید. این کار اصلا قشنگ نیست. شما هنرمندین و هنرمند به نظر من ارزش داره، یعنی واقعا این که میگم ارزش داره، یک ببینید هر شغلی اولا که اون عزت و احترام خودش رو داره، ولی هنرمند توی این سختی ها، توی این همه اتفاق خب به سختی میتونه کسب درآمد کنه و همین که بیاد ارتباطش رو با این اون قطع کنه خب یه آسیب بیشتری داره به خودش میزنه. پس این موضوع از سمت من، از طرف من فتاح فتی، همیشه داشته باشید ارتباطتون رو توی صنعت موسیقی با کسی خراب نکنید، مگر اینکه دیگه واقعا طرف به قول بچه‌ها میگه باگ داشته باشه. این خود دلسته. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگه میگیم و میخندیم به خاطر اینکه میخوام یه ذره این حس خودمونی باشه و کلی از همدیگه انرژی بگیریم. امیدوارم که بهتون چیزی اضافه کرده باشم. هر نظری، هر ایده‌ای دارین تو این ویدیو برای من کامنت کنید و بنویسید تا بتونم ویدیوهای بهتری رو در اختیارتون بذارم. تا ویدیو بعدی، بدرود.